اینجا میدان میوه و تربار پیروزی که قرار است از این محل سهمیه به میادین میوه و تربار سطح شهر توزیع شود. حدوداً 200 دونه میدان میوه و تربار ما داریم که از همینجا به عنوان پایانه تقسیم میشه و عرضه میشه برای میادین و از ساعت ابتدایی یعنی از 6 صبح ماشینا اینجا بارگیری میشن تا ساعت 8 و نیم. این بارو برای کجا میبرید؟ بارو نواب. تربار نواب. چقدر سهمیه امروز؟ 2 تن و 500. چند میخرید اینا رو؟ 19400. چند میفروشید؟ 24400. این نیسانی که ملاحظه میفرمایید 1 تن بار درش بارگیری شده برای مقاصد بازارهای خاورشه و رضوی در منطقه 15 تهران در حال ارسال هستش. پلم پلاستیکی به الساق میشه به ماشین و به مقصد مورد نظر ارسال میشه. البته مردم این روزها برای تهیه مرغ با قیمت مصوب باید انتظار بکشند. ساعت الان 10 رو به از کی شما تو صف وایسادی؟ از خیلی وقت صف وایسادی. قرار بیاد اما خب هنوز که نیومده. ما از مرغ زودتر اومدیم. چقدر معطل شدی پدر جان؟ حدود 1 ساعت. قیمت مصوب گرفتی؟ چند گرفت؟ 20400 تومان. برخی هم موفق به خرید این مرغ نمیشوند. در سر مسیر من شهرک ویلاشهر، چیتگر جنوبی، چیتگر شمالی، آزادشهر، حتی وردآور که بازار بزرگی داره، متاسفانه مرغ در اونجا توزیع نمیشه و میگن ما سهمیه نداریم. البته مسئولان هفته پیش قول دادن این هفته مشکل حل شود. گسترش شبکه توزیع ما و افزایش ورودی میدان بهمن قطعا ما تو هفته آینده قیمت مرغ به قیمت مصوب میرسیم. اگر هم بپذیریم که تقاضا فراتر از عرضه است، چرا مرغ قطعه بندی شده دچار کمبود نشده است؟ اینکه چرا مرغ قطعه بندی تو بازار به وفور پیدا میشه ولی مرغ سهمیه بندی نیست، اینو باید ارگانهای ذینفع تحقیق کنه. وقتی که بازار با کمبود مواجه هستش و مردم متقاضی مرغ هستن، قطعه بندی مرغ توجیه نداره. یک مدت کوتاهی کار رو قطعه بندی متوقف کنن. چون تو بحث مرغ قطعه بندی شده سود بسیار زیادی وجود داره، این مرغ هیچ وقت دچار کمبود نمیشه، اما مرغ کامل به جهت اینکه سودش کمتره، توزیعش هم کمتره و مردم همینطور باید بیشتر تو صفها در انتظار بمونن. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.